در بین سالهای 1389 تا 1391 چند نفر از کارشناسان هسته ایران در خیابانهای تهران ترور شدند. ایران بلافاصله این ترورها را به اسرائیل نسبت داد. مدتی بعد هم وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که عده‌ای را در ارتباط با این ترورها بازداشت کرده و طبق معمول فیلمی از اعترافات این افراد از تلویزیون ایران پخش شد و یکی از بازداشت شدگان هم اعدام شد. بسیاری هم آنچه دیدند و شنیدند را باور کردند و وزیر اطلاعات وقت هم به امام زمان تبریک گفت و ظاهرا ماجرا به پایان رسید. تا اینکه ماجر ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان که قرار بود اعدام شود، سر از خارج از کشور درآورد و در گزارش از ژیار گل در تلویزیون فارسی بی بی سی اسرار را فاش کرد و معلوم شد تمام این ماجرا ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات ایران بوده. چرا ماجر ابراهیمی و افراد دیگر بازداشت شده به جرم ناکرده اعتراف کردند؟ چرا وزارت اطلاعات دست به چنین کاری زد؟ و حالا بعد از برملا شدن این ماجرا چه خواهد شد؟ اینها را در یک گفتگوی اختصاصی با مازیار ابراهیمی در میان گذاشتم. آقای مازیار ابراهیمی، خیلی سپاسگزارم از این گفتگوی اختصاصی با ما. خواهش میکنم. شما قبل از بازداشتتون چه کار میکردید؟ من شرکتی داشتم در سلیمانیه عراق. کار من فروش، نصب، مشاوره تجهیزات سینمایی، تلویزیونی و رادیویی بود و قبل از اونم فیلمبردار تلویزیون بودم و فیلمبردار زیراب. و شما قبل بقیه بازداشت شده ها رو اصلا میشناختید؟ فقط اونایی که من میشناختم برادر خودم بود، حسین شوهر خواهرم بود و آقای عرفانیان که همکار خودم بود. بقیه رو نه، دیگه کسی دیگه رو نمیشناختم. اول که شما رو بازداشت کردند دقیقا چی میخواستن ازتون؟ اول از همش دنبال عملیات میگشتن. عملیاتاتو بگو. عملیات ترور دانشمندای هستی، انفجارهایی که انجام دادید، مثل ملارد، مثل زرین شهر اصفهان و بعدم دوباره حالا اینا رو اون چیزایی که دیکته میکردم میگفتی، بعد شور اومد کشیده شد به خارج از کشور رو بگو، نمیدونم لبنان رو بگو، نمیدونم کجا رو بگو، یعنی تمومی نداشت. یعنی وقتی که این سوالا رو میکرد سوالای مشخص بود؟ یعنی اینکه فرض کن شما اون جاهایی که اینا صحبت میکردن در موردش که راجبش بگو جایی بوده که شما رفته بودید، یا اینکه یک چیزی از پیش ساخته ای بود که به شما میخواستن که شما اینا رو بگید؟ نه اصلا چیزی نبود که من رفته باشم اونجا. من اصلا این جایی که میگفت تا الان هم نمیدونم زرین شهر کجاست یا ملارد. من اصلا اون روز 10 تا شاهد دارم که من تو آجودانیه تهران بودم. فکر کردیم زلزله اومده تو دفتر یکی از دوستان، اومدیم تو کوچه و بقیه اون اتفاقایی هم که برای به اصطلاح آقایون دانشمندان هسته ای افتاده، من اصلا یعنی فقط تو خبر شنیدم. اصلا نمیدونم اون موقع ایران بودم یا نه، که بعد پدر مادر من تحقیق کردن اصلا تو اون تاریخ ها من ایران نبودم. حالا چه برسه تو اون محل بوده باشم یا نزدیک اون محل بود باشم. اصلا این موضوع نبود، از قبل همه چی تعیین شده بود. اون وقت چه کار کردم به شما که شما حاضر شدید بگید، اعتراف بکنید به گناه ناکرده؟ قصد کشت شکنجه میکنم. یعنی هیچ جایی نفس کشنید. چی کار میکرده؟ ببینید تو اوین بیشترین کاری که انجام میدادن با کاب کف پا بود و این کابل کف پا من هیچ چیزی من شکر بهم خورده، آویزونم کردن به قول خودشون چی میگن، بخچه، قفونی، یعنی هر جوری بگید، هر بلایی بگید سر من آوردن، تمام تنم رو با کابل زدن، ولی هیچی مثل اون کف پا نیست. اون کف پا واقعا وحشتناکه و حالا حساب کنید با 10 تای اول من پام شکسته که ظرف 7 ماه تقریبا نزدیک شاید 700 ضربه، بیش از 600 ضربه دیگه روم پای شکسته خورده. فقط همین کف پا رو دارم میگم، بقیه چیزا بماند. و علت این که مدام شما رو اینقدر میزدن این بود که شما حاضر نبودید اون چیزی که میخوان بگی؟
اولش که اصلا واقعا چی میخواستم بگم؟ هیچ چیزی نمیتونستم بگم. خب من این کارها رو نکرده بودم، متوجه نمیشدم که باید بگی. این حرفا نیست، باید بگی اون چیزی که ما میخوایم، باید بگی. حتی به جای رسیدم گفتم باشه هر چی میخواین خودتون بنویسید. خب من که نمیدونم چه اتفاقی افتاد، هر چی میخواین خودتون بنویسید من امضا میکنم. نه، خودت باید بنویسید. خودم باید بنویسم که خب من نمیدونم این آدما کی بودن کشته شدن، نمیدونم کجا بوده، همه رو بهم گفتن، همه رو دیکته کردن، تاریخاش، محلش، چه اتفاقی افتاده، همه رو دیکته کردن. قاعدتا اون کسانی که شما رو شکنجه میکردن بایستی میدونستن که شما بیگناهید و فقط باید از شما اقرار بگیرن. ببینید، انگار اینا هم دو دسته بودن. یه دسته، یعنی این چیزی، چون من با چش بسته بودم صورت آدم ها رو نمیتونم ببینم که ریاکشنشون چجوریه، ولی از لحن صحبتشون پیدا بود یه سری از این آدم ها باور دارن شما این کار کردید، یه سری دیگه آدم ها نه، دارن به اطلاعات میدن، دیکته میکنن، انگار برای یه جای دیگه است، یه چیزایی بهت میگن که جای دیگه تکرار کنی، برای یه جای دیگه بنویسی. ولی یه سریشون واقعا، یعنی فکر میگم خدای اینا چه اتفاقی تو مغز اینا افتاده، با این باور داره با من صحبت میکنه که مثلا ما میدونیم تو این کارو کردی و چیزایی که میگه و همش هم اشتباس. مثلا به من میگه 2 سال داریم موبایل تو رو شروع میکنه. خب من اصلا یه چه مدت 14 ماه اصلا ایران نبودم، چجوری تو این 2 سال 14 شو من ایران نبودم، 14 ماهش چجوری شنود کردی؟ چی شنود کردی؟ بعد مثلا اطلاعاتی که در مورد مکالمه های تلفنی به من میده همه مربوط به بعد از فروردین 91 که من به ایران برگشتم برای طلبم از صدا و سیما. چیزی قبل از اون به من نمیگه، چون چیزی قبل از اون نداره. چه مدت بعد از اینکه شما رو بازداشت کردن شروع به شکنجه کردن؟ منو صبح چهارشنبه 24 خرداد بازداشت کردن. خود چهارشنبه رو کارم نداشتم، پنجشنبه شروع کرد. 25 خورده. آیا اون زمانی که شما زیر شکنجه بودید میدونستید که کسان دیگه ای هم در همین رابطه بازداشت شدند؟ خودشون هی میگفتن، هی عکس می آوردن. مثلا بهم میگو کسی بدت نمیاد ما بیاریم اینجا، اسم به ما بده، تلفن به ما بده. بعد آرش خردکیش آوردن با من مواجهه دادن، بعد بهزاد عبدالی رو آوردن. و یه بارم که منو گفتن چشمندو برد و چشتو با نکن، صدای یه خانومی اومد که گفت این خودشه. اینجوری متوجه شدم کسای دیگه هم هستن، ولی مطمئن نبودم اینا زندانی هم. همش فکر کنم از خودشونم، یکی از خودشون میارن میذارن اونجا جلوی من به اسم مواجهه. خب این مواجهه ها با چشم باز بود یا چشم بسته؟ آرش خیرتکیش و بهزاد عبدالی رو چشمندمو برداشتم دیدم. بهزاد عبدالی رو تخت بسته بودن و داشتن میزدن هم آوردنش. آرش نه، توی یکی از اتاقای بازجویی آوردن، ولی اون خانم من ندیدم. توی یکی از اتاقای بازجویی گفتن چشمان تو برده، ولی چشم در حرم نداری باز کنی، با چشم بسته. اون خانم گویا باید منو میدید و چیزی میگفت، تشخیص میدم. حالا شو از شما فیلمی تهیه کردن که تو این فیلم برکی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. بله. و شما در اونجا اعتراف به همه چیز بکنید، نه فقط شما، بقیه رو که گرفته بودن باید تو اون فیلم اعتراف کنن. توی اون فیلم وقت آدم نگاه میکنه به نظر نمیرسه که شما نگرانید، به نظر نمیرسه که شما مثلا میدونید این چی کار میکنید یا چه عقوبتی میتونه پیش روی شما باشه بعد از این اعترافات. چجوری شد این اعترافات رو از شما گرفتن؟ ببین، من هر موقع به اون روز فکر میکنم، من آوردن سرمو تراشیدن و اون آقا اومد بازجو به یکی دیگه میگفت مثل روز اولش کن، خوشگلش کن. سر صورتمو تراشیدن، اصلاح کردم مثل همیشه که خودم این کارو میکنم. بعد پاهام خیلی برم داشت، خونی بود، شکستگی هم که داشت، دستم شکسته بود. اگه تو فیلمو ببینیم من اصلا این دستم تکون نمیدم، دندم واقعا نمیدم که شکست اون موقع بود یا نه. حالا اصلا طبیعی نداشتم. 2 نفر زیر بغلم رو گرفتن آوردن اونجا و حتی رو میمی که بادی لنگویج من اینا کار کردن، چون همشون اون سمت راست من نشسته بودن و هی نگران داشتن وایسا اینجوری نگو، با انرژی بگو، با خنده بگو.
نمیدونم اینا قرار بود نگی، اینو بگو اینجور، یعنی اون اینا فکر کیا بودن؟ همون رو که شما اقرار میگرفتن؟ بله همون بازجوها، سه نفرشون اونجا نشسته بودن، یکی هم بغل دست من بود با یه جعبه دستمال کاغذی، فقط عرقای منو خوش میکرد. یعنی شما تو اون نمای کلوزآپ اگه دقت کنید تمام بغل سر من دونه های عرق معلومه، با اینکه در لحظه به لحظه اینو خوش میکرد ولی کاملا معلومه دور سر من. اون وقت این اعترافات رو جدا جدا گرفتن ازتون یا همه با هم یک جا جمع کردن و ازتون اعتراف کردن؟ من کسی ندیدم چون تا توی اون اتاق با چشمن بردن ما رو، البته تو خود اوین بود اون روز، از جلوی 209 سوار یه ماشین کردن، یه مقدار رفت که من بعدا به خاطر این راه ها رو برای اتاق ملاقات بردن و 240 اینا یاد گرفتم، دیگه چشم بسته میدونستم کدوم وری داریم میریم. میدونم بین 209 ساختمان 209 و 240 بود و انگار یه مدرسه مانندی بود، چون جایی که اون آقایون بازجویان نشسته بودن یه مقدار مثل یه چیزی مثل تخت سیاه داشت و یه سکوی جلوی تخت سیاه دیدید بالاتر اونجوری بود. حالا نمیدونم مرکز آموزش این بوده، کلاس های درس برای زندانیا بوده، چی بوده نمیدونم. و منو اونجا، ولی میدونم یکی دیگه هم بیرون نشسته بود چون منو بردن اونجا دم در نگرم داشتن، یکی از زیر چشمم میدم بغل من با همون پاچه شلواری که من شلواره لباس آبی روشن داشتیم ما زندانیا همونجوری اونجا بود، ولی کسی رو ندیدم بدون چشمم، چون وقتی بردنم تو اتاق که چشمم رو برداشتم فقط خودشون بودن، دو تا آدم بودن مثل فیلم بردار با دوربیناشون روبروی من و نور و اینا هم گذاشته بودن. و شما توی این مراجعاتتون به قاضی، فکر کنم قاضی آقای ابوالقاسم صلواتی بود دیگه که با شما پرونده شما دستش بود، درسته؟ وقتی ما رو از این خارج کردن تو اون جایی که بهش میگفتن 304 ما اونجا بودیم که اونجا قشنگ به اصطلاح پوستمون رو کندن، اونجا یه آقای میومد با میگفت من قاضی شما هم، یه بار اونجا اومد بعد دوباره ما رو برگردوندن بعد از 4 ماه به اوین، دوباره یه بار دیگه هم اونجا دیدیمش که اون قاضی ما، میگفت من قاضی شما، با همون بازپرس قوه قضاییه آقای مصطفی مصطفی‌پور دوباره شومدن با مسئولای زندان میومدن دم سلولا و که همینجا چالت میکنم، خیلی آدم بد برخورد و بیادبی بود. ولی آقای صلواتی و من دقیقا روز اول ماه رمضان سال 92 دیدمش، تا اونجا که یادمه یه روز چهارشنبه بود که بعد از ظهر بعد از وقت اداری باز با چشمان ما رو بردن دادگاه انقلاب، چند نفر بودیم. دفعه دوم تقریبا دو هفته بعدش یه جلسه مثل محاکمه برگزار کردن، یه دوربینی هم آوردن 20 نفری تقریبا تو اتاق مثل اتاق دادگاه بود، کلی صندلی و میز قاضی و دادستان چیز خوند، کیفرخواست خوند، که کیفرخواست خیلی جالب بود، محاربه، فساد فی الارض، قتل، زنا، جاسوسی، که من گفتم چیز دیگه مونده به این اضافه کنید، یعنی هیچ چی دیگه نبود تو این نباشه. و اونجا دیگه قاضی صلواتی بود از اون به بعد. بله ولی اون روز قاضی صلواتی نمیدونم، حالا چون جلسه مثل دادگاه بود مؤدب بود، یعنی هیچ توهینی نکرد هیچ. در بقیه موارد اون جلسه قبلش که دیدمش نه، ایشون فقط منو کچل خطاب میکرد و میگفت این حکم اعدامته، یه هفته بهت وقت میدم همکاری کنی با آقای دیگه، به غیر از اون دیگه بعد از اون ندیدم آقای صلواتی. حالا از این روندی که شما طی کردید، شما فکر میکنید که قاضی در واقع حالا با اون تهدیدایی که شما کرده قبل از اینکه محاکمه انجام بشه در واقع مطیع وزارت اطلاعات بود؟ قطعا همینطوره، چون وقتی که تمام قضایا روشن شد و ما رو از انفرادی در آوردن، آقای شهریاری اومدن گفتن خطاهایی صورت گرفته در قوه قضاییه هم که همش رسیدگی میشه، حالا که ما دیگه چیزی ندیدیم و نشدیم نمیدونم حالا شده نشده، همه عوض شدن دیگه، هیچ کدوم از اون آدم ها رو نمیدیدیم، قاضی عوض شد، بازپرس قوه قضاییه دیگه ندیدیم ما، قطعا این بوده. ولی از بین بازداشت شده ها یکی از شما رو اعدام کردند، آقای محمد جمالی فشی، آیا رأی کشتن او هم صلواتی صادر کرده بود؟
ببینید من اینا رو تا اون موقع که تو بازداشت بودم نمیدونستم و ایشون گویا قبل از ما اعلام شده که اعدام شدن، یعنی فکر میکنم ما خرداد بازداشت شدیم، یعنی من خرداد بازداشت شدم چون آدم های زودتر از من بازداشت شدن، آدم های دیرتر از من. فکر میکنم ایشونو بله با رأی دادگاه انقلاب حکم اعدام دادن براشون، ولی با اون چیزایی که اونجا شنیدم من فکر نمیکنم واقعیت داشته، فکر نمیکنم. یعنی شما فکر میکنین این آقای جمالی، محمد جمالی فشی هم یه آدم بی خبر از ماجرایی به شما بود؟ اینو که مطمئنم که اون چیزی که پخش شده واقعیت ماجرا نیست. حالا آقای فشی با خبر بوده، از خود آقایون بوده یا نبوده، یا یه آدم بدبخت بیچاره‌ای مثل ما صدق خورده ای نفر بوده، اینه شما نمیدونم، ولی من اصلا اون داستان رو باور نمی کنم که اون چیزی که اعلام شده واقعیت داشته باشه. فکر میکنید اگر پرونده شما به دست اطلاعات سپاه نیفتاده بود شما رو اعدام میکردن؟ قطعا. چرا پرونده شما به دست اطلاعات سپاه افتاد؟ البته من اینو تو پرانتز بگم، من فکر میکنم فقط اطلاعات سپاه باعث نجات ما نشد، چون ما مدام تحت شکنجه بودیم که اسم فرزندان مقامات رو مثل آقای هاشمی رفسنجانی بگیم پسرش با ما اومده از اسرائیل دوره دیده، دخترش با ما بوده، آقای امامی کاشانی از بیت رهبری دختر رهبر و و و و چند تا مقامات دیگه که من الان حضور ذهن ندارم اسمشون رو ببرم، ما کاملا تحت فشار شکنجه بودیم که اینا رو بگیم، یعنی اینا یه تصفیه حسابی با هم داشتن. و اون قضیه ملارد سپاه که اصرار داشتن به ما دیکته کنن که ما رفتیم اونجا رو منفجر کردیم، اون در واقع پایگاه نظامی سپاه بود که منفجر شد. بله، و همه ما رو به نوعی، حالا همه نمیدونم چند نفر، ما تیمی بودیم که رفتیم اونجا رو منفجر کردیم. و وقتی دو نفر از سپاه اومدن، اون آقایی که جلو نشسته بود که میگو من شکارچی آدم هم مثل خودت هم همکارت هم، اون آقایی که عقب نشسته بود خیلی مؤدب و معقول بود و دنبال واقعیت میکشف سخواه میکرد که کجا بودی؟ گفتم پشت فنسا بودم. چجوری رفتی؟ با ماشین رفتم. ماشین تو کجا گذاشتی؟ گفتم بیرون دمه در دژبانی. چجوری رفتی تو؟ هماهنگ شده بود. گویا یکی از خانوما نقشش این بوده که با کیسه نایلون بمب برده بود تو، که این آقای سپاهی ما رو مسخره میکرد که این خانم هم تلق و تلق با کیسه نایلون بمب اتم برده اون تو که 25 کیلومتر شعاع انفجارش بوده، چه بمبی بوده تو اون کیسه نایلون. و اونجا که عصبانی شد گفت کارخونه شهاب 3 بوده اونجا، 177 نفر مردن، یه آجر سالم نمونده، جسد اینا حتی درست حسابی پیدا نشده، بعد تو پشت فنسا بودی گوشت هم درد نگرفته. و خیلی جالبه بعدن آرش خردکیش برای من تعریف میگه که نقشی که به اون دادن تو بوده اون لحظه انفجار، که گویا اون آقای سپاهی یه عکسی بهش نشون میده میگه اینجایی که تو داری به من میگی اینجاست، اینجا چیزی میبینی سالم باشه؟ تو اینجا وایساده بودی؟ و قطعا از مجموع حرفای ما به این نتیجه رسیده که همه چی فیکه. شما فهم کنید چرا شما رو برای این سناریو انتخاب کرده بودن؟ شما هیچ مرابطاتی با سپاه یا با وزارت اطلاعات یا جایی قبلا داشتید؟ نه هیچ وقت. چرا فکر میکنید شما رو انتخاب کردن برای این کار؟ من به خاطر اون قراردادی که با صدا و سیما داشتم این اتفاق برام افتاد. رقیبای کاری من و اون باندای مافیایی توی صدا و سیما که طبق اون نامه‌ای که انداخته بودن تو صندوق حراست، که من خودم رفتم حراست مرکزی به نامرم نشون دادن و میدونم کی انداخته بود و گفت فیلمش هم اینجا داریم که اون آقا این کارو کرده. یک نامه انداخته تو صندوق حراست صدا و سیما مازیار ابراهیمی از شما شکایت کرده تو؟ نه شکایت نکرده. چی گفته؟ مثل گزارش مردمی. آقای مازیار ابراهیمی صاحب شرکت اهورا در سلیمانی عراق بهایی، شرکتش اونجا محل تبادل اطلاعات و رفت آمد جاسوسای اسرائیل، خودش برای اسرائیل کار میکنه و از این جور حرفا. نامرم به من نشون داد. بخواد اون آقا به من گفت، آقای بیاتی تو حراست مرکزی صدا و سیما به من گفت نگران نباش آقای ابراهیمی، دادیم اطلاعات یه تحقیقی میکنن تمام میشه. چون جلو پرداخت منو گرفته بودم، من همین الانش هم 1 میلیون یورو از صدا و سیما طلبکارم. و اون شخصی که شما میگین میشناسین کیه؟ اون چه ارتباطی با به غیر از جزء همکاراتون در صدا و سیما بود یا اینکه
ارتباطی با جای دیگه داشت. این آدم و برادرش مدیر فنی پرستیوی بود، قرارداد ما با پرستیوی بود. اینا قبلا با قیمت های کلون چیز میفروختن، وسایل میفروختن به تلویزیون از طریق شرکت هایی که خودشون ارتباط داشتن و رانت هایی که درست میکردن، ولی ما اون مناقصه رو که بردیم بدون هیچ رانتی و خیلی قیمت خوب، اینا اصلا دوست نداشتن. فقط میخواستن یه جوری ما را از این شما رو بزنم بیسیم. اصلا یه کاری کردن که ما از این صفحه روزگار محو بشیم. دقیقا این کار رو کردن و مطمئنا اینا میدونستن، اینا قطعا با اطلاعات یه فامیلشون خودشون هر کی بوده میدونستن همچین پرونده ای هست که میان این کار رو میکنن و انگار داشت قشنگ یکی هول بدی تو اون چاله ای که میخوای بیافته. کی به شما گفتن که دیگه شما آزادید و بیگناهید؟ اون دفعه دومی که اون آقای سپاهی اومد برای بازجویی، بعد از دفعه اول که گفتیم ما رو من گفتم شکنجه اون میکنه اینا، قطعا تو اون چند روزم با بقیه هم صحبت کرده، دفعه دوم اومد گفت بیگناهید و سوال که گفت بیگناهی؟ گفتم بله. گفت بیگناهید و آزاد میشید همتون. این کلمه رو گفت همتون. این ماه هفتم بازداشت من بود ولی من ماه 26 بازداشتم آزاد شدم. چرا آزادتون نکردن بعد؟ حالا گویا درگیری های داخلی خودشون بود. تا ماه 16 که تو انفرادی بودیم، بعد از ماه 16 هم از انفرادی اومدیم بیرون، قاضی عوض شد، آقای شهریاری اومد و تحقیق کردن بنویس دقیقا از اول چه اتفاقی افتاده، کیا بودن. از خود نمیدونم، حالا اطلاعات سپاه من که چشمن داشتم نمیدیدم. می اومدن حتی آلبوم عکس ها بود، کی گفت در مورد بیت رهبری حرف بزنی، کی گفت در مورد آقای هاشمی حرف بزنی، کی اینو گفت، کی اونو گفت، من نمیدونم. از صدا میتونی تشخیص بدی؟ بله، ولی بعد هیچ اتفاقی نیفتاد که کسی بیارن ما صداش رو تشخیص بدن. اون وقت از شما معذرت خواهی هم کردن؟ معذرت خواهی نه، یه جورایی نمیدونم، یه حالت تمسخری بود بیشتر. حالا یه اتفاقی افتاده، چند تا از همکارای ما یه خطایی کردن که بعد ما باز من بیرون پیگیری میکردم، گفتم برو خدا رو شکر کن زنده ای دیگه، چی میخوای؟ معذرت خواهی آنچنانی نه. ولی غرامت دادم به شما؟ غرامت رو به خاطر حالا نمیدونم چی بود که اصرار داشتم، ولی این غرامتی بود که من شکایت کردم از وزارت اطلاعات، مدارک شما رو دارم، درخواست 500 میلیارد تومان غرامت کردم و اینا با دو تا سندی که از ما وثیقه گرفته بودن و بعد هم حقوق بازنشستگی پدرم رو که وثیقه کردن و اینکه برادر من از ایران خارج شده بود و فشار می آوردن که اون یا اونو برمیگردونی، بابک باید برگرده ایران وگرنه وثیقه هاتونو میذاریم اجرا، یا میره اون این مبلغی که ما بهت میدیم میگیری و اون پرونده رو میبندی، پرونده که من شکایت کردم از وزارت اطلاعات. یعنی شکایتتون پس میگیرین؟ بله. یعنی ببینید من شاکیم ولی من وثیقه دارم. وثیقه برای چی بود دقیقا؟ شما که آزاد بودی و بیگناهیتون هم ثابت شده بود. وثیقه برای این بود که خارج از ایران نریم و اگرم رفتیم جای صحبتی نکنیم. صحبت نکنید راجع به مسئله. چرا صحبت میکنین الان؟ اینجا بود. جمع شده بود. 7 سال قبل. واقعا دیگه نمیتونستم تحمل کنم. چون هنوزم دارم عواقبش رو میبینم. این چیزی نبود که راحت بیاد تو زندگی من و خانواده هم. قطعا بقیه هم 170 آدم دیگه هم همین هم. هر کدوم یه خانواده ای دارن. هیچ کدوم از اینا مثل یه سونومی اومد از رو زندگی ما رد شد، ولی عواقبش مونده، هنوز خرابیاش مونده برای ما. یعنی چیزی نبود که برادرتون و خانومش هم بازداشت شدن، در سوریه بازداشت شدن. بله، خانم برادرم اهل سوریه است، اونا اونجا زندگی میکردن. آبستن بود، 2 ماه تو سوریه بازداشتش کردن، بابک و 1 ماه سوریه، بعد 1 ماه میبرن زندان حزب الله لبنان، دوباره برش میگردونن سوریه و از اونجا انتقالش میدن ایران. پدر خانم بابک هم حتی تو سوریه بازداشت میکنن، 1 ماه تو دفتر کارش بازداشتش میکنن. شوهر خواهرم تو ایران 13 ماه بازداشت کردن، بابک کلا 17 ماه شد بازداشتش و بچهش به دنیا آمد ندید، نبود اونجا، تو زندان بود. شما در اون فیلمی که مثلا که جیار گل درست کرده بود
در واقع در مورد مادرتون هم صحبت کردیم که چه بله ماجرای ازش گذشته بود و چطور پیر شده بود و سکته کرده بود به خاطر این قضایا. الان چطور مادرتون؟ نمیتونم بگم خوبه، چون این روماتیسم عصبی که از اون موقع گرفت، لرزش سر، پارکینسون، اصلا و الان ما ازش دور شدیم، تنهان تو ایران. ببینید یعنی حالا به قول خودش میگفت فقط امیدوارم برید شما ها یه جای امن زندگی کنید، ولی واقعا اینطور نیست. الان دوری ما داره از ازش. آیا از وقتی که آزاد شدیم و به خارج اومدیم هیچ تماسی گرفته شده از طرف اطلاعات یا سپاه یا جای دیگه؟ نه خیلی. بعد از اینکه این فیلم نمایش داده شد در بی بی سی فارسی، بعد از اون هیچ تماسی به شما گرفته شده؟ تا این لحظه که در خدمت شما نه، هیچ تماسی نه. شما بعد از اینکه آزاد شدین برگشتین به اربیل، یعنی بله. دنبال کارتون، و در اونجا هم شما رو بازداشت کردن؟ من فروردین 95 برگشتم، یعنی تا اون موقع ممنوع خروج بودم، با اون وثیقه ها اجازه دادن خارج شدم. اونجا هم به خاطر اون فیلم که پخش شده بود 11 ماه بازداشتم کردن که 64 روزش باز انفرادی بود. برای چی بازداشتم کردن؟ یه روز میگفتم برای حفظ جونت میترسیم ایران یه کاری اینجا بکنه بعد گردن ما بیفته. یه روزی میگفتم تو چرا زنده ای تو اون فیلم گفتی جاسوس اسرائیلم، این حکمش مرگ تو ایران. یعنی هر روز یه داستانی بود. بعد گفتم باید تحقیق کنیم، تحقیق کردم. حالا شما فکر میکنید چرا با توجه به اینکه به شما گفته بودن که حرف نزنید و با علم به اینکه اگر به خارج برید ممکنه حرف بزنید و اسرار رو برملا بکنید، شما را اجازه دادن که خارج بشید؟ ببینید ممنوع خروجی من از سال 95 برداشته شده. من یه بار رفتم و برگشتم. یعنی 11 ماه بازداشت بودم، 17 دیما، 17 اسفند ماه، یعنی شب عید من برگشتم ایران دوباره و دنبال پرونده های شکایت هم بودم. شکایت هم از صدا و سیما به خاطر پخش اون تصاویر که بدون اجازه دادگاهه. تمام مدارکش هم گذاشتم تو توییترم و اینستاگرامم. شکایت از وزارت اطلاعات و شکایت باز از صدا و سیما به خاطر قرار دادم که 1 میلیون هنوز به من بده، کار 1 میلیون دارم. و به اضافه اینکه من با خانمم تا موقع هنوز متارکه نکرده بودیم، باز پرونده های اونم در جریان بود. که اون تصویری که تو گزارش آقای گل پخش میشه من با دست بندم، مال روزیه که منو به خاطر مهریم بازداشتن کردم. من از زندان اوین آزاد شدم، تمام اموالم از بین رفته، کسی نمیاد به من خسارتی بده، ولی از این ور دادگاه برام حکم بازداشت صادر میکنه به خاطر مهریه. خب حالا بعد از نمایش فیلم مستند جیهار از بی بی سی و مسائلی که شما در اون مطرح کردید، خب سوالای زیادی در داخل ایران هم مطرح شد، تا جایی که وزیر اطلاعات ایران ناچار شد وعده بده که به زودی در یک کنفرانس خبری اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع میده. شما فکر میکنید وزیر اطلاعات چی میگه؟ فقط امیدوارم نیاد دوباره دروغ بگه به مردم، چون اون جریان که کلا دروغ بود. شما چی میخواین که بگه؟ امیدوارم بیاد معذرت خواهی کنه، همه، نه فقط من، چون به یه ملت دروغ گفتن، به دنیا دروغ گفتن. بعد دل به اصطلاح خانواده شهدایی رو که خودشون میگن ما خیلی برای اونا برای ما خیلی مهمن، میخواستن به دست بیارن دل اینا رو، یه دروغ عظیمی به اینا گفتن که ما قاتل شوهرای شما، فرزندای شما رو گرفتیم. ولی هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده و همش دروغ بود. حالا فکر میکنین که به هر حال این صحبت هایی که شما کردید، که همونطور که گفتم انعکاس بسیار وسیع در همه جا داشته و خصوص در داخل ایران، فکر میکنین چه تأثیر احیانا مثبتی میتونه داشته باشه بر جامعه ایران؟ من در درجه اول امیدوارم که مردم ایران یه خورده یه تجدید نظری تو باوراشون بکنن. یعنی با یه بدبختی مثل من که این رفتاری که کردن، من دوستای خیلی خوبم داشتم اینو اول بگم، ولی آدمایی که تلفن میزنی بهش اون تلفن رو قطع میکنن، تو رو نمیشناسیم، سرسنگینن، باید پشت میکنن به خودت و خانوادت،
این آدم ها یه خورده به خودشون بیان. اینو امیدوارم، چون نمیتونم بگم امیدوارم دولت دیگه این کارها رو نکنه. 3-4 هفته پیش باز اعلام کرد ما 17 تا جاسوس گرفتیم. یعنی اون روز من، خواهرم، شوهر خواهرم، ما که میدونستیم چه اتفاقی افتاده، واقعا داشتیم خودمون رو جای اونا میذاشتیم که چه بلاهایی مثل ما سر اینا آوردن که بیان تو تلویزیون حرف بزنن. خیلی متشکرم آقای مازیار رضایی.